اولین جمله از آن که در گوش ها تنین انداز شده و دنیا و هر آن چه در آن است را ناچیز به حساب آورده و ما را به سوی راز و نیاز با معبود برحق فرا می خواند، ندایی که 5 مرتبه در شبانه روز بلند شده و گوش ها را نوازش می دهد. این صدا توسط مناره های حرم مکی در فضای مکه پیچیده می شود تا مسلمانان از ورود وقت نماز با خبر شوند. صدای اذان از حنجره هایی بیرون می آید که گرمی و حرارت آریه گرفته شده از فضای حرم را در خود دارد. از بلندگوهای این مناره ها روزانه ندای حی علی الصلا و حی علی الفلاح به گوش می رسد. مسجد الحرام چندین مناره دارد. این مناره ها هم از نظر طراحی و هم از نظر تعداد منحصر به فرد هستند. تعداد این مناره ها به 13 عدد می رسد که طراحی بیرونی آنها مشابه هم است. هر یک از این مناره ها از 5 بخش تشکیل شده که عبارتند از پایه، بالکن اول، دیواره، بالکن دوم و سرپوش. اما هلال هایی که بر روی مناره های مسجد الحرام قرار دارند در طول تاریخ اسلامی و دوران هایی که مسجد الحرام پشت سر گذاشته به سبک های مختلف ساخته شده اند. زیرا همه حکومت ها و فرمانروایان این سرزمین مبارک توسعه و آبادانی بیت الله را سرلوحه فعالیت ها و برنامه های خودشان قرار دادند. سبک طراحی هلال های نصب شده بر روی مناره های مسجد الحرام با گذشت زمان توسعه پیدا کرده تا اینکه به شکل زیبای امروزی در آمده است. مسجد الحرام با اجزا و بخش‌های منحصر به فردش با همه مساجد دنیا متفاوت است. به راستی چرا چنین نباشد، در حالی که این مسجد قبله مسلمانان و پناهگاه دلهای آنهاست. از این رو مسئولان امور مسجد الحرام همیشه و در هر حالی به توسعه و رسیدگی به آن توجه ویژه‌ای دارند. همان مسجدی که متعلق به همه مسلمین جهان است.